تشویقتون میکنم. اشعار ربانی رو خداوند اعلام کرده که باشید عزیزان. ما با مذهب روبرو نمیشیم، میگیم باشید یعنی بهتره. شما آزاد هستید، میتونید باشید میتونید نباشید، اما اگر باشید عهدداری رو یاد میگیریم. نه تنها عهدداری با خدا، بلکه عهدداری با همسر، با فرزند، با همکار، با دوستانمون نیز میتونیم داشته باشیم. پولس رسول در این رابطه اعلام میکنه و شما در حالی که انتظار ظهور خداوند ما عیسی مسیح را میکشید، آیا منتظر آمدن مسیح هستیم؟ چرا منتظر هستید؟ اون گفت من میام، شما چرا هستید؟ چون شناختید، چون به توسط روح القدس تجربه کردید، به وعده او نیز اطمینان دارید. از هیچ یک از عطایای روح القدس بی نصیب نیستید. واو، پس شماها که منتظر اومدن مسیح هستید، عطایای روح القدس رو دارید، عطای نبوت رو دارید، عطای شفا رو دارید، عطای ایمان رو دارید، عطای زبانها رو دارید. پس استفاده کن ازش. مبادا بیخردانی بگن آنچرا که به عنوان عطایا بوده در کلام خداوند مربوط به 2000 سال پیش می شده و ایمان ما رو کمرنگ کنن. چه بسا که این کشور داره تو اون مسیر کمرنگ. کلیسا میشه یک بیزینس، به چند فرقه اجاره بدن، کاری نداشته باشن اینها کی هستن، از کجا اومدن و چی کار دارن. از جمله همین کلیسا ها که پروتستان هستن و فراموش کنن که هدف اصلی بشارت هست، هدف اصلی رسوندن خبر خوش نجات هست، هدف اصلی هست که مردمی که دارن هلاک میشن حیات رو داشته باشن. اعلام میکنه از هیچ یک از عطایای روح القدس بی نصیب نیستید. او شما را تا آخر استوار خواهد داشت، تا در روز خداوند، روزی که مسیح میاد. روزهای یک شنبه که اولین روز هفته هستش، قرار اول روز هفته ما یاد بگیریم. آخر روز هفته نیست عزیزان، ما تو ایران که بودیم جمعه آخر روز هفته بود، اولین روز هفته است. قرار هست که ما یاد بگیریم چگونه با انرژی مثبت خوب، با آرامش، با شادمانی، با قدرت، با امید فردای پر از مشکلات رو رد کنیم. کلیسا برای همین میای. کلیسا قرار نیست بیای مسیحی بشی. کلیسا قراره کلیسای پرستان مسیح بیای لامذهب بشی. در نامذهبی رابطه عاشقانه با خدا، خودت، خانواده و خلق خدا داشته باشی. از هیچ یک از عطایای روح القدس بی نصیب نیستید. او شما را تا آخر استوار خواهد داشت، تا روز خداوند ما عیسی مسیح. بدون عیب و نقص حاضر شوید. واو، پس لازم داریم تقدیس بشیم. من به عنوان یک کشیش هرگز نمیتونم بگم یک ساعت پیشم گناه نکردم. هرگز انسان هستم و گناه میکنم، پس احتیاج به تقدیس دارم. خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او، حیات او جاودان است. امروز حیات شما هم جاودان است. تا در حیات پسر او خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است. او همیشه به قول خودش وفاداری میکنه و وفاداری او هرگز برداشته نخواهد شد. اگر کسی درک درست از عهد و قول نداشته باشه، آنچرا که قلبی نیست اعلام میکنه و نیز آنچرا که قلبی نیست سعی میکنه انجام بده، اما درک درستی نداره. پس درک درست لازمه یک قول هست. قولهایی رو که دادی، قولها و وفاهایی که میخوای انجام بدی، عهدهایی که میخوای بندی، روش فکر کن، کلی فکر نکن. شما وقتی میخواید بری یه ماشین لیست کنید، یه خونه بخرید، یه قرارداد بنویسید، یه قرارداد کلی به شما میگن. همه ما الان باز تو این سالها یاد گرفتیم تو اون پاورق یه چند تا خط نازک نوشته شده، خیلی ریزه، با ذره بین هم نمیتونی ببینی. بعد تموم که میشه، بعد از 2-3 ما متوجه میشی او اینجا باید یه پولی بدی، اونجا باید یه... میگی چی؟ میگی اون زیرشو نخوندی؟ اون زیرشو بخون، کلام خدا رو بخور. اگر سوال داری، من به عنوان شبان وظیفم جواب تو رو بدم. بلد نیستم، میرم یاد میگیرم، خودم هم یاد به شما جواب میدم. اما با شک نباید زندگی کنیم تا سر قولهامون برسیم. درک عهدداری رو بفهمیم، درک وفاداری رو بدونیم. چرا باید وفادار باشیم؟ چرا باید عهدی رو که بستیم انجام بدیم؟ شخصی داشت دوش میگرفت و یه نفر صداش کرد،
تام باش بابا باید بریم عروسی. گفت به من چه؟ گفت بابا به من چه چیه؟ پسرت عروسی پسرته. گفت به تو چه؟ درک نباشه این میشه.